کلانتری تو سرطان که داره سمت معترضین تیراندازی میکنه. ایستگاه استاد معین اشکاور زنن این بچه بنده خدا رو به این حال انداختن. نگران نباش، اینا مادر این بنده خدا واقعا احتمال مردنش زیاده. نگاه تو نفست سر خط خبرها. 9 کشته در استان اصفهان در پی ادامه اعتراض‌های سراسری. رهبر ایران میگوید دشمنان برای نظام مشکل ایجاد کردند. واکنش‌ها در درون و بیرون ایران به موج اعتراض‌ها. دبیر شورای عالی امنیت ملی انگشت اتهام را به سوی عربستان سعودی دراز کرد. بازگشایی دو پایانه مرزی مهم در مرز ایران و عراق، پایانه پرویزخان در کرمانشاه و تمرچین در آذربایجان غربی دوباره باز شدند. در ایران اعتراض‌های ضد حکومتی دیشب هم ادامه داشت. مقام‌های ایران می‌گویند دست کم 9 نفر در استان اصفهان کشته شدند. به این ترتیب آمار کل کشته‌های تایید شده 6 روز گذشته حالا به 21 نفر رسیده. مقام‌ها همچنین گفتند تنها در تهران 450 نفر بازداشت شدند. امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دشمنان را مسئول این وقایع خواند. او گفت حرفای زیادی درباره ناآرامی‌ها دارد که بعداً باز گو می کند. سیاوش اردلان از جزئیات درگیری ها گزارش می دهد. اینجا مسجد امام خمینی در فولاد شهر است. دیشب مهاجمان معترض این مسجد را به آتش کشیدند. گارد محاصره کردیم. فولاد شهر در استان اصفهان واقع شده، استانی که شب گذشته شاهد خشونت بارترین درگیری ها بود. به مانند فولاد شهر مهاجمان در قهدریجان به بنیاد آیت الله خامنه ای حمله کردند و ساختمانش را آتش زدند. حکومت ایران کشته شدن 9 نفر در شهرهای قهدریجان، نجف آباد و خمینی شهر را تایید کرده و میگوید عده‌ای از آنها ماموران انتظامی و بسیجی بودند. اینها آمار کشته شدگان است، ولی از تعداد زخمی ها خبری در دست نیست. مثلا زخمی هایی که بر اساس این ویدیو دیشب در کرج آسیب دیدند و این زخمی ها شب پیش از آن در شاهین شهر. گویی هر روز با تاریک شدن هوا بر آمار آسیب دیدگان ناآرامی ها افزوده می شود. فراخوان‌های ضد حکومتی در کانال‌های مجازی خارج کشور همیشه زمان تجمعات را بعد از ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر اعلام می‌کند که در 6 روز گذشته رویه معمول بوده. 6 روز اعتراض پی در پی و خونین که امروز رهبر ایران را واداشت تا چند کلام درباره آن حرف بزند، ولو اینکه چیز زیادی نگفت و گفتنی‌ها را موکول به وقت دیگری کرد. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز
با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد انشاءالله. آیت الله خامنه‌ای به این حد اکتفا کرد که بگوید دشمنان ملت منتظر مشکل درست کردن برای نظام هستند. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید، همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای این که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. بابا اجتماعات رو این مردم به وجود میارن، راه پیمایی ها رو اینا به وجود میارن، بار گرانی بر دوش این هاست. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن، اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، محاصره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول، بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟ همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. عبارت مشکل درست کردن شاید برای این انتخاب شد که این پیام رو برساند که این اعتراض ها در حد یک چالش بزرگ امنیتی نیست. توضیحات بیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه با یک رسانه عربی داد که گفت عربستان در اعتراضات اخیر ایران دست داشته و سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کند. این چندمین بار است که مقامات ایران میگویند سازمان مجاهدین خلق در اعتراضات اخیر و سازماندهی مسلحانه نارامی‌ها دست داشته. حکومت ایران میگوید تاکنون صدها نفر را در تهران بازداشت کرده ولی توضیح بیشتری درباره هویت آنها نداده. برخلاف سال 88 سپاه پاسداران هنوز وارد عمل نشده و ظرفیت‌های حکومت برای سرکوب و مهار بحران خود را نشان نداده است. فعلا شبکه‌های اجتماعی که وسیله رد و بدل کردن اطلاعات بین معترضان است به شدت محدود شده و دیروز حکومت آنجا پیش رفت که حتی برای نیم ساعت ارتباط اینترنتی ایران را با دنیا قطع کند. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای صحنه‌ای از جنگ اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و روانی حکومت و مخالفانش است. به غیر از ایرانیانی که درگیر این جنگ مجازی هستند، اخبار اشتباه و گمراه کننده زیادی دست به دست می شود. از حمله پلیس ایران به مغازه‌داران تا شایعه ترک خدمت اعضای سپاه تا جا زدن تصاویر تظاهرات کشورهای دیگر به اسم اعتراضات ایران. اما خیلی از معترضان در شهرهای کوچک ایران توجهی به این بخش از مجادلات مجازی ندارند و فراخوان‌های اینترنتی را فرصتی قرار دادند برای بیان مطالبات خود در ضدیت با مسیری که حکومت می‌رود. جناح‌های سیاسی طرفدار و مخالف دولت روحانی همچنان از یک پارچگی کامل در مقابل نارامی‌ها ناتوان به نظر می‌رسند. تا جایی که مخالفان دولت حسن روحانی چند تظاهرات علیه گرانی به راه انداختند به این امید که ابتکار عمل را در اعتراض‌های خیابانی به دست بگیرند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد این دعوای جناحی نشده و دیروز با به نمایش گذاشتن یک پارچگی حکومت گفت اگر لازم باشد نظام طرفداران خود را در ابعاد میلیونی به خیابان‌ها خواهد فرستاد. با یکی از معترضان کرمانشاهی صحبت کردیم. او به ما گفت از روز اول در همه تظاهرات ها شرکت کرده. این بحث اقتصادی که میگن، بحث اقتصادی این نیست که فقط بگیم آقا به آب و نون و نمیدونم تخم مرغ و سیب زمینی بستگی داره. بحث اقتصادی به این رد داره وقتی تمام سرمایه ملی ما میره واسه سوریه، تمام سرمایه ملی ما میره واسه هشت شعبی و سپاه مهدی عراق و اینا. پس قطعا بحث اقتصادی فقط زیر نظر آقای روحانی نیست. چرا؟ آقای روحانی هم کارکاری کرده. گروهایی هم که شرکت میکنن اکثرا اقشر ضعیف جامعه و گروه های دانش تشکل که نه، واقعا گروه های دانشجوییه. خیلی هم واقعا نمیتونن شرکت کنن، میخوام شرکت کنن چون که واقعا خانواده هاشون مخالفن باهاشون. ولی یه خواهش فقط ازتون دارم، من نمیدونم این درست گفتن اینجا درسته یا نه. به نظر من مجاهدین، حالا اینجا میگن طرفدار، ولی واقعا به اون فرم زیاد نیست.
اینجا اگر کسی باز به صورت علنی خیلی تجزیه واقعا طلب داشته باشه، شاید قش اسم ببریم، مقاله میخواد خاص نام ببریم، شاید گروهای طرفدارای شاه و سلطنت و اینا هستن، ولی خب بیشترش رو قش ضعیف جامعه است، هیچ گرایشی ندارن، فقط واقعا به آس اومدن از کارگری، از بدبختی، از بیکاری، از این همه دربدری، واقعا فقط به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاسی هم که هستش. صدای یکی از معترضان بود از کرمانشاه. اما همونطور که پیشتر اشاره کردیم، علی اکبر شمخانی عربستان سعودی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده. آقای شمخانی گفته آنچه در اینترنت رخ می‌دهد جنگ نیابتی علیه ایران است و هشتگ‌هایی که درباره اوضاع ایران به راه افتاده از طرف عربستان سعودی، آمریکا و بریتانیا هدایت می‌شوند. او گفته عربستان با واکنش متناسب تهران روبرو خواهد شد. مهرداد فرهمند خبرنگار ما از بیروت با ماست. مهرداد، خیلی حرفای تندی زده آقای شمخانی، آیا واکنشی داشته این صحبت ها از طرف عربستان؟ درسته، آقای شمخانی به طور مشخص عربستان رو هدف قرار داده. البته آقای شمخانی در میان مقام های ایرانی تنها نیست از این لحاظ. قبلا هم در سخنرانی پریروز آقای روحانی بدون اینکه نام مشخصی از عربستان برده بشه، اما او هم آشکارا انگشت اتهام رو به سوی عربستان دراز کرده بود و دیگر مسئولان ایرانی هم حرفای مشابهی زدن. آقای شمخانی به در واقع آمار و اطلاعاتی هم متوسل شده، در اونجا گفته که این هشتگ ها و این در واقع فعالیت های اینترنتی که دیده میشه از در فضای مجازی به گفته او علیه نظام حاکم بر ایران 27% از عربستان سعودیه. اما نکته جالب این هستش که در این چند روزی که این اتهامات علیه عربستان داره مطرح میشه، هیچ نوع واکنشی ما از جانب سعودی ها ندیدیم، نه از جانب مقامات بالایی و نه مقامات میانی و همچنین از جانب دیگر مقامهایی که اینها به شکل ثابت و دائم همیشه در شبکه‌های مجازی فعالن. مثلا انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات کسی است که خیلی فعالیت زیادی داره در فضای مجازی، یا اینکه سامر سبحان وزیر امور کشورهای حاشیه خلیج فارس دولت عربستان سعودی. اینها هم با اینکه همیشه در تمام مسائل منطقه اظهار نظر میکنن و پشت سر هم توییت میکنن، هیچ چیزی ازشون شنیده نشد. و من اتفاقا با یکی از روزنامه‌نگارهای لبنانی امروز وقتی که همین سوال رو مطرح کردم و نظر او رو جویا شدم که این سکوت از جانب عربستان نشانش چیه، و او گفت که به نظر میرسه که عربستان سرمقاله دیروز نیویورک تایمز رو جدی گرفته که در اون دونالد ترامپ رو توصیه کرده بود بهش که اگه میخواد که از تظاهرات در ایران حمایت کنه بهتره که ساکت بشه، و به گفته او گویا سعودی ها هستند که این توصیه نیویورک تایمز رو جدی گرفتن و تصور میکنن که الان برای اینکه از این تظاهرات حمایت بشه بهتره که ساکت باشند و تا اینکه چیزی به پاشون نتونه علنی نوشته بشه، هرچند که آشکاره که خوشحال هستند اونها از اینکه در ایران این نارامی رخ داده. این خوشحالی رو میشه در سطوح پایین‌تر در جانب در واقع فعالان سیاسی، فعالان رسانه‌ای و در رسانه‌های هوادار عربستان سعودی از زبان کارشناسان و تحلیلگراشون خیلی واضح شنید. به همین رسانه‌ها اشاره کردی، اونا چی میگن درباره این نارامی‌ها؟ رسانه‌های عربی رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. رسانه‌های مهمشون دون رسانه‌های هوادار عربستان سعودی، رسانه‌های هوادار قطر و رسانه‌های هوادار ایران، که اینا 3 نوع خط مشی رو در خصوص حوادث ایران دنبال می‌کنند. رسانه‌های سعودی بسیار پوشش گسترده‌ای دادند به این رویدادها و در هر بخش خبریشون هر ساعت میشه دید که بخش عمده‌ای از این بخش خبری به ایران اختصاص داره. کارشناسان فعالان سیاسی میارند، افرادی که عموماً اینها دارند در واقع این تظاهرات رو به نوعی نشانه شکست و اینکه سقوط نظام حاکم بر ایران در آینده قلمداد میکنند و اینکه مردم ایران مخالف سیاست‌های ایرانند در خاورمیانه به خصوص در سوریه. در رسانه‌های قطری به طور مشخص الجزیره رو که بهش اشاره کنیم، اینها پوشش میدن، اونها هم پوشششون تقریبا گسترده است، اما به نوعی جانب حکومت ایران رو بیشتر نگه می‌دارند و اونها هم
خبر حتی در داخل ایران خبرنگار دارن و تلاش میکنن که این تصویری که نشون بدن که این تظاهرات پراکنده است، خیلی نمیشه جدیش گرفت هنوز و چیزی است که در شهرهای کوچک رخ میده و در تهران هم اگر باشه در مقیاس کوچکی است و اگر که حکومت ایران بخواد میتونه به راحتی این تظاهرات رو جمع کنه و سرکوب بکنه. در مورد رسانه‌های هوادار ایران هم که آنچه بدیهیه که اونها هم نگاهشون این هست که چیزی نیست که این تظاهرات بیانگر افکار عمومی مردم ایران نیست، اتفاقات پراکنده است و حرفای آقای روحانی رو به خصوص روش پوشش میدن که گفته که باید اینها رو به فرصت تبدیل کرد و اینکه خودش هم با بخشی از خواسته های معترضان همدلی کرده. در برنامه امروز هشتگ شما هم ضمن شنیدن مشاهدات شما از تحولات دیشب و امروز در شهرهای مختلف ایران، نظر شما را درباره اظهارات رهبر و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی می‌پرسیم که دشمن و کشورهای خارجی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند. آیا شما هم نشانه‌ای از دخالت خارجی در اعتراض‌های اخیر می‌بینید؟ انتظار چه واکنشی از جامعه جهانی و کشورهای خارجی دارید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. اما این نارامی ها واکنش های زیادی هم در داخل و خارج ایران داشته. مجید افشار نگاهی میندازه به بعضی از این واکنش ها. 6 روز از اعتراض های سراسری در کشور میگذره و واکنش ها به این اتفاقات همچنان ادامه داره. نگاهی اگر بندازیم به سرخط روزنامه های امروز، اونچه که جالبه اینه که علارغم محدودیت ها اکثر روزنامه های کشور خبر اعتراض ها رو پوشش دادن، البته با رویکرد های متفاوت و در بسیاری موارد هم اصل خبر رو منعکس نکردن بلکه به سراغ واکنش ها رفتن، به خصوص واکنش مقام های دولتی. روزنامه های نزدیکتر به دولت و عمدتاً اصلاح طلب مثل روزنامه شرق یا بهار یا ایران صحبت های دیروز آقای روحانی رو منعکس کردن درباره اینکه اعتراض های مردم یه فرصته که نباید به تهدید تبدیل بشه و همینطور اینکه فضای کشور به لحاظ سیاسی باید بازتر بشه. مصاحبه هایی هم انجام شده با سران اصلاح طلب و بعضی هم مثل روزنامه جامعه فردا دعوت وزارت کشور از احزاب اصلاح طلب برای حل بحران رو راجع بهش صحبت کردن و اینکه آیا اصلاح طلبان توانایی اقناع مردم برای ترک خیابان‌ها رو دارند یا نه، این سوالیه که خیلی پیش اومده. اما کیهان همونطور که از تیترش پیداست نگاهش امنیتی تره، آشوب، آدمکشی و تخریب اموال عمومی. مصاحبه ها و مطالبی رو هم که در روزنامه میخونیم در این روزنامه تماما از لزوم برخورد قاطع با اعتراض ها میگه. اما از جمله کسانی که سکوتشون رو بالاخره شکستن و اعلام نظر کردن شاید بشه گفت هنرمندانن. تعداد زیادی از بازیگران و خواننده ها از دیروز مواضع خودشون رو مشخص تر کردن. مثلا ترانه علی دوستی امروز در توییتی نوشت به نوبه خودم خواهش میکنم این رویه رو همینجا متوقف کنید، با مردم معترض برخورد فیزیکی نکنید، خشمشون رو درک کنید و آرومشون کنید، با هر نگرشی امانت دار جون و سلامتشون باشید، چه معترضین چه بازداشت شده ها، انتظار داریم در امنیت باشن و در پناه قانون. و علیرضا عصار خواننده که او هم دیشب در جریان کنسرتش در برج میلاد اشاره‌ای به اعتراض‌های اخیر کرد، اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای عصار رو ببینیم. قرار ندارم که خیلی صحبت بکنم چون همیشه توی ترانه هام راجع به صحبت کردم، فقط نظرم رو نه به عنوان یک خواننده، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شهروند ایرانی به شما که علی عزیز دل من هستید نظر شخصی رو میگم. من همونطور که همه شما هم حتما همینطوری، هیچ کدوم از ما موافق خیلی از اتفاقاتی که میفته نیستیم، مثل نمیدونم شیشه شکستن یا چیزی رو از بین بردن، ولی نظر شخصی من اینه که عمیقا این رو از اعماق جانم میگم، حق با مردمه. بذارم نمیخوام شعاری حرف بزنم، اهل این حرفا نیستم، واقعا 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 حق با مردمه و من خواهش میکنم که مسئولین در هر سمتی که هستن دقت کنن به این موضوع. مردم حقیقتا شایستگیشون بیشتر از این حرف هست که اینقدر سخت زندگی بکنن در کشوری با این همه سر. اینا رو گفتم، اما رو بگم
علیرضا عصار بود. همزمان برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بهشون در مورد بی‌تفاوتی به اعتراضات ایران انتقاد شده بود، امروز بیانیه‌ای صادر کردن. سخنگوی فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اروپا با مقامات ایرانی در تماس بوده و انتظار داره که حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم و آزادی بیان اونها تضمین بشه. همزمان زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در مورد جان باختن تظاهر کنندگان در ایران ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به حقوق مردم احترام بذاره. دونالد ترامپ هم رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش دوباره روی توییتر به اعتراض‌ها در ایران واکنش نشون داد. آقای ترامپ در توییتش گفته مردم ایران بالاخره علیه رژیم فاسد و جنایتکار ایران اقدام کردن، تمام پولی که اوباما با حماقت در اختیار اونها گذاشت در اختیار تروریسم قرار گرفت و به جیب اونها رفت. مردم غذا ندارن، تورم بالاست و حقوق بشر رعایت نمیشه. آمریکا تحولات رو دنبال میکنه. برای بررسی بیشتر این تحولات سهیل جان‌نثاری پژوهشگر علوم سیاسی از شهر بارسلون با ماست و فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت آلمان با ما همراه شده. آقای جان‌نثاری، از اول از شما شروع میکنم، میخواستم نظر کلیتون رو بدونم درباره نارامی های اخیر. من با اعتراض کنندگان فکر میکنم همراهی خاصی ندارم، چون شعارهای خطرناکی بعضن شنیده شده توی این تظاهرات ها، در واقع شعار به نفع خاندان پهلوی یا شعارهای ضد بعضی از قومیت های ایرانی، مشخصا ضد اعراب. من از این اساس، از این نظر در واقع هیچ گونه همراهی نمیتونم داشته باشم با این شعارها، اما به نظرم چیزی که لازمه تمام نیروها هم روش توافق بکنن اینه که آزادی اعتراض یک اصل لازمه و باید همه بپذیرن این رو. اما به هر حال آنها حق اعتراض خواهند داشت، یعنی باید بتونن اعتراضشون رو بدون مشکلی، بدون خشونت انجام بدن. آقای سرکوهی، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، اولا اینکه آدم چند تا شعار حاشیه‌ای رو برداره و عمده بکنه خیلی کار موثقی هستش. مردم دارن میگن مردم به جان آمدن. اینی که حتی خود مقامات حکومتی هم میگن از وضعیت اقتصادی، از تبعیض، از ستم، از فقر، از افزایش کار فقر. و بعد هم این که کسانی که این همه سال علیه ددمنشانه ترین خشونت های رژیم جمهوری اسلامی لب باز نکردن، علیه کشتار 67، علیه اعدام های سال 60، علیه قتل های زنجیره ای، علیه کشتن نویسندگان، اون وقت وقتی که مردم شورش میکنن بلا فاصله یا چون موضع خشونت میکنن، به نظر من اینها باید یک کمی شرم کنن. اما نکته اساسی اینه، در هر جامعه اقشار و لایه های گوناگونی وجود داره. در جامعه ما هم لایه های فقیر، کم درآمد، محروم، کارگران، حاشیه‌نشینان وجود دارند و تقریبا هم اکثریت جامعه رو تشکیل میدن. در دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ما دیدیم که شورش های شهری گسترده شروع شد. من ایران بودم، من در اسلام شهر بودم، من از نزدیک فعال و ناظر بودم. این شورش های شهری اعتراض مردمان بود به فقر، به تبعیض، به فساد نهادی می شده و به ستمی که بر اونها اعمال می شد. بعد البته با آمدن موج مردم سالاری دینی که آقای خاتمی آورد، لایه های میان درآمد رانتی و لایه های ثروتمند رانتی تونستن با ارائه مفهوم مردم سالاری دینی لایه های محروم جامعه را به دنبال خودشون بکشن. اما به هیچ کدوم از خواسته های اونا حتی توجه هم نکردن. نه تنها خواسته ها را برآورده نکردن، توجه هم نکردن. انباری از نارضایتی های اقتصادی در جامعه وجود داره و اینها به اصطلاح دنبال عدالت اجتماعی هستند، چون که ما در یک اقتصاد رانتی زندگی میکنیم که نه بر اساس تولید و توزیع کالا، که بر اساس به اصطلاح توزیع درآمدهای نفت و گاز هستش و کسانی که به قدرت نزدیکن از این درآمدها بهره میگیرن و این فساد نهادی شده طوری است که همه جناح‌های حکومتی دیگه علیه هم به خوبی افشا کردن. حالا آقای روحانی آمد با گفتن اینکه برجام مشکلات اقتصادی شما را حل میکنه، تونست بخشی از آرای این لایه های جامعه رو، محرومان جامعه رو به دست بیاره. مسئله این استش که این لایه های محروم که این به ساخانه عدالت اجتماعی هستند، در طی چند سال گذشته به تدریج متوجه شدن که این خواسته ها با استبداد مانع تحقق خواسته های بود. چرا؟ چون اعتصابات کارگری شد، سرکوب شد. کارگران خواستار اتحادیه کارگری هستند که در همه دنیا وجود داره، جلو اینا رو گرفتن، نمایندگانشون رو زندانی کردن، در زندان ها در واقع به قتل رسوندن، کشتن یا خودشون مردن، بهشون نرسیدن و غیره. اینا به تدریج اعتراضات اقتصادی کردن، تازم نیست، این بسا چندین سال هست، و بعد به تدریج با سد استبداد سیاسی مواجه شدن. حالا ما در مقطعی هستیم که خواسته های عدالت اجتماعی لایه های محروم، یعنی اکثریت جامعه،
با سیاست پیوند خورده، یعنی اینا دریافتن که با دیکتاتوری نمیتونن اتحادیه کارگری تشکیل بدن، دیکتاتوری مانع اتحادیه. بنابراین هر دو جنبه الان در ایران وجود داره و حالا هر دو جنبه به هم گره خورده و این گره خوردگی یک تحول بسیار مهمی است. دیگر اینکه من یک نکته بگم، در تمامی این تظاهراتی که اخیراً شده و در واقع با این سرعت فراگیری در دیگه در همه شهرستان های کوچک و بزرگ ایران هست، ما ندیدیم شعاری به نفع اصلاح طلب بدن، یعنی هژمونی روحانی و اصلاح طلبا بر لایه‌های محروم جامعه از دست رفته و این خوبه. و بعد این لایه‌ها در واقع دارن مثل همه کشورهای دیگه به هویت خودشون پی می‌برن، به خواسته‌های خودشون پی می‌برن، به نیازهای خودشون پی می‌برن و می‌دونن که باید مستقل و متحد خواسته‌های خودشون رو دنبال بکنن و این خواسته‌ها حالا اقتصاد و سیاست برگره. خب من فکر می‌کنم این دو تا جناح باید با آقای سرکوهی تماس بگیرن که ظاهراً پاسخ تمام پرسش‌ها رو داد. آقای سرکوهی خیلی مستقیم به من توهین کرد، الان گفت که موساکه. من فکر می‌کنم موساکه اینه که با این فاصله ما بشینیم از اینجا، من بارسلونا، آقای سرکوهی در فرانکفورت، و فکر کنیم که تمام مردم ایران یا حالا اکثریت مردم ایران رو داریم توی این تظاهرات‌ها می‌بینیم و به نوعی تحلیل بکنیم هر چیزی که خودمون در واقع می‌خوایم رو جا بزنیم به عنوان خواستهای مردم. این دقیقاً همون کاریه که جریان اصولگرا و جریان اصلاح طلبان دارن انجام میدن. هر دو این جناح‌ها، چه اصلاح طلبانی که من بهشون نزدیکتر هستم، چه اصولگرایانی که خب پیچ کنم فکر کنم نزدیکی بهشون نداشته باشیم، هر دو دارن سعی می‌کنن خواسته مردم رو، خواسته معترضان رو در واقع مصادله کنن به نفع خودشون. و اینها آقای روحانی مثلا مستقیما میگه که اینها به دنبال آزادی هستن، اصولگراها بعضا میگن که اینها به دنبال معیشت اقتصادی هستن و خب تظاهراتی هم تشکیل دادن در واقع به نوعی برای مصادره جریان به علیه دولت روحانی. این اتفاقی که افتاده همه دارن تلاش میکنن این رو مصادره کنن به نفع خودشون، خواسته های خودشون رو جا بزنن و عملا هیچ کس نمیدونه واقعا چی شده. یه خط خیلی مشترک بین تحلیلگران زیادی توی شبکه‌های مختلف من دیدم توی این چند روز این بوده که هیچ کس نمیشناسه، کسی رو نمیشناسه مستقیما که توی این تظاهرات شرکت داشته باشه. من توی شهرهای مختلف، حالا جاهایی که زندگی کردم یا حالا آشنایی دارم، تلاش کردم کسی رو پیدا کنم که توی این تظاهرات ها توی این اعتراضات شرکت کرده باشه، ولی هیچ کس نیست. من هم تنها نیستم، تحلیلگران مخالف نظام ایران. شما فکر میکنید کسانی که دارن توی تظاهرات شرکت میکنن کیا هستن؟ نمیدونیم. نکته همینه. آقای دکتر محسن میلانی یه توییت خیلی خوبی نوشته بود چند روز پیش، نوشته بود از کسانی بترسید الان که جوابهای بیشتری دارن از سوالهای بیشتر. ما الان هنوز در مرحله پرسشگری هستیم، هنوز نمیدونیم چه خبره. آقای سرکوهی، شما شبه برخورد حکومت رو با تظاهر کنندگان چطور میبینید؟ ببینید، اولا این چیزی که نمیدونم کسی که خارج هست نباید حرف بزنه داخل، این دیگه خیلی نخل ما شده. دوم اینکه شما فیلم ها رو نگاه کنید، در همه فیلم ها مردم دارن یه سری شعارهایی میدن. این شعارها شعارهای اقتصادی هست، میگن ما فقر نمیخوایم، علیه فساد هست، علیه قوه قضاییه است، علیه رهبر جمهوری اسلامی است، و بعدم میگن ما هر دو جناح رو نمیخوایم. این شعارات تو فیلم ها هست، شما هم نشون داد، این روشن هم هست. بنابراین اینکه یکی بیاد بگه نمیدانیم و شک داریم و نه خیر اینها نمیدونم از خارج و عربستان چوته، اینا شوخی هستش. توده ها بخش مهمی از مردم ایران به میدان آمدند و خواسته های خودشون که خواسته های ریشه داری هم هست، خواسته هایی که در ساختار اجتماعی ما هست. خود آمارهای نظام میگه که انبوه عظیمی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. این خط فقر یک روزی به صدا در میاد. اینها حذف شده بودند، صداشون بریده شده بود یا تحت تاثیر شعارهای دیگه بودن، حالا برآمده و بعد حالا به صدا در اومدند. وقتی که میان شعار میدن، میگن که اصولگرا نمیدونم اصلاح طلب واجی تموم شد. وقتی اینا به خودشون برگشتن، از سال 1332 تا حالا اولین بار هستش که لایه های محروم، زحمتکشان، کم درآمدها به اصطلاح مستقل، خواسته های مستقل خودشون رو مطرح میکنن و این خواسته ها رو که تو فیلم ها هست، تو شعارها هست، ما همه رو میبینیم. این که باید بترسیم. بله، کسانی که میخوان حافظ نظام باشن، کسانی که میخوان این نظام ادامه پیدا بکنه، این نظامی که بر تبعیض استوار است، این نظامی که بر اینا باید بترسن. مردم چرا باید بترسن؟ ممنونم آقای سرکوهی، عذر میخوام که فرصت بیشتری نداریم. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت با ما، و سهیل جان نصاری، پژوهشگر علوم سیاسی. برنامه امروز هشتگ شما هم به تحولات اخیر ایران اختصاص داره. نیکلاس نیکزادات اینجاست با توضیحات بیشتر. دست کم بیش از 20 کشته و صدها بازداشتی. با ادامه تظاهرات سراسری در ایران، رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنشش گفت دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول و سلاح علیه نظام اسلامی هم پیمان شدند. امروز میپرسیم درباره صحبت‌های این چنینی چه فکر می‌کنید؟ به اعتقاد شما این دشمنان کی هستند و روی شما چقدر نفوذ دارند؟ راه‌های تماس: ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییتر، و البته تلفن و اسمس. ضمن این که توییت های شما رو هم خواهیم خوند، @bbc شما نشانه یا شناسه توییتر ما هست، شماره اسمسگیر ما رو روی صفحه تلویزیونتون میبینید. هشتگ شما مثل همیشه 7:30 شب به وقت ایران.